این ماه مبارک، چون شیعه حسینی هم به خاطر این حجاب، نرجع على راسك وبش الان این حجابمه، این عفتمه، این سنتمه شورتي چیزی گذاشتی جان. فکر کردم شورت گذاشتی شورت آه نه، این چادرمه، این عفتمه، این کلاممه. على كيفك ان چادرت ابو السحور میگم الان تو ناموسا روزه خدایش روزه میگیری من روزه میگیرم، من 2 ماه روزه میگیرم الانم برای سحری بودم. سعال وید عشقم چقدر روزه چند ساعتش روزه میگیری؟ من به خاطر که شیر میدم گنجشکی میگیرم. گنجشکی می عزم گنجشکی نگیر بلبلی بگیر گنجشکی دیگه چیه خانم گنجشکی گنجشکی یعنی گنجشکی؟ شما هم میگم شما رفتارتون با من خیلی بده، دختر میاری بهش گوش میکنی، باهاش صحبت میکنی، ولی من میگم کله گنجشکی میگیرم. من کله گنجشکی ندارم روزه یه من نمیدونم من نمیدونم من نمیدونم تو این ماه مبارک من به کی بدی کردم که هر جا میرم بهم توهین میکنه. تو دختر میاری بالا، خیلی باشون خوب صحبت میکنی، همش میگی دوستت دارم بیا ببینمت، ولی منم که دوستت دارم میام بالا، همش بهم توهین میکنی، یه جوری میخوای تحقیرم کنی. عشق من کی به تو توهین کردم؟ یا بروز من شیعه، من مسلمونم، من شیعه حسینیه، آزارم هیچکی نرسیده، ولی باز رفتار بد دارم، نمیدونم من میگم ناموسن نماز تراویح میدونی چیه؟ من مسلمونم، 6 بعد نماز میخونم. میدونم روزی 6 بعد میخونی. میگم نماز تراویح میدونی چیه؟ بله. چیه؟ نماز برای سلامتی شوهره. برای سلامتی شوهره چیه؟ میگم مادر اهل تسننه که 23 رکعت 1.5 ساعت تو مسجد حتی برگزار میشه. من خودم ساعت وقتی نماز بخونم 6 ساعت طول میکشه. تو نماز میخونی 6 ساعت طول میکشه ها؟ بله. الله اکبر، سبحان الله، قنوت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، رکوع، سجده. چی فکر کردی؟ یاسین، الکتاب الکریم. ببین تو در مورد من باشه، تو خیلی اصلا مسلم دیگه، دیگه من استعفا میدم دیگه، نماز همه که تو میخونی کافیه. نه بذار من گنجشکی رو بگم، من اصلا میخواستم بیام با هم بازی کنیم، توی منو به چالش میدی. آره تو مثلا کنجی کل گنجشکی. بله. این کل گنجشکی مثلا چطور از بله بله، مرسی بابت سوال قشنگت عشقم. روزه من کله گنجشکی چون من شیر میدم، به خاطر که شیر میدم از ساعت 4 صبح که اذان تموم شد میخوابم، 1 ظهر که اذان ظهر میده رو افطار میکنم. به خاطر اون 1 ظهر افطار میکنی؟ من چون خب گفتم کله گنجشکی میگیرم، یعنی یه روزه نصفه میگیرم چون شیر میدم، به خاطر که شیر میدم از ساعت 4 صبح که اذان میده سحریمو میخورم تا 1 ظهر که اذان ظهر میده من افطار میکنم. عجیب قریب خدا وکیلی. بعد اینکه تو چیز هم میشی شیر میدم، من بچه شیر میدم. تو خب بچه، اگر تو پسری یعنی تو پریود هم میشی؟ بله من پریودم میشم، ماهی 6 بار پریود میشم، سالی 30 بار. خب تو چطوری پسری چطوری اینجور میشی؟ خب درسته، من درسته پسرم، میتونم راحت صحبت کنم، پزشکیه، بیادبی نیست. الان خب میدونم آخه تو گفتی هم پسرم هم الان دوگانه سوزی من نه ببخش من اینجوری میگم پزشکیه، درسته من پسرم ولی پریود میشم خانوما، 3 بار در ماه پریود میشم. باشه باشه کلمه را نیار روزه بونت بابا گوه خورده. پریود کلمه بدیه؟ آه کلمه بدیه. اوکی ببخشی معذرت. میگم یه سوال، الان تو شوهری شوهر داری یا زن داری؟ من پسرم، شوهر دارم.
شوهرت کجاست؟ اینجاست نشسته. جون تو خودت ماچ کردنی دیگه، نیاز به شوهر نی. جو اگه میخوایم نه بگو نه چیز نه نه هستم. نه نمیخواد. عشق منی داش حسین گل حسین قش. اتفاقا حسین من با خدا دارم هی کامنت تو میخونم میخونم، تو متوجه نمیشی حسین جان. میگم عزیزم الان تو ایرانی دیگه نه؟ من بندرم. تو با این صورت بندر باشی دیگه اصلا بچه های بندر میریزن سره. عزیزم من متأهلم، شوهر اصلا دارم، چه ربطی داره؟ آن باشی میزنم تویت، نمیشه تویت باش. تویش باشی الان تو توی ما یا ما تویتیم؟ من شوهر دارم، من درسته تو بندرم الان چیزم، بندرم حسین آبادم، ولی چیزم من زربابی زربا والله العظيم انت ما يخلونك حتى في الدقيقه ما يخلونك بخدا تو ايران هم یک دقیقه هم نمیتونه بی تو تو ام با تو يا تو بندر با نجات تو بندر عباس يلا رعایت میکنم عزیزم. نه محمد آقا به 19 سالش هنوز بچه است. شوهرم میگه چرا به حجاب تو رعایت نمی کنی؟ تو به شوهرت بگو من پسرم عشقم نیاز به حجاب رعایت کردن نیست. او بچه محمد آقا از همیشه دوستمه. باشه چشم معذرت، تو برو وضو تو بگی محمد. میگه حجاب تو رعایت کن تو لایوی دارم میبینن. گفتم محمد آقا بچه از 19 سالش هنوز بابا چیزی نیست. اوکی بیا خوب شد؟ خوب شد؟ برسون یه بوس بده. ببخش شوهرمه حلالمه دیگه بوسش برش خم برو یه وضو بگی من آمد عزیزم زیاد رفتی تو هنوز شب پنج شنبه نیست شب شنبه است. درست ببخش من شوهرم این کم غیرتی دوست نداره که من بعد کنیم چند تا سوال دارم جواب بده بعد میرم. باشه بپرس. خب اوکی یه چالش میخوایم بریم، یه سوال قشنگ تو یه دونه من. اوکی چالش چی؟ چالش سوالای خاص، من یه سوال من میپرسم جواب بده یه سوال. بپرس. اوکی اول من میپرسم الان دوست دختر داری یا نه؟ آره. خب بعد این که وقتی که باید مثلا باید اولا که بگو چه دختری دوست داری؟ دختر ساده مثل بقیه دخترها. خب بگو تایپ تو بهم بگو. خب مثلا این که خوشگل باشه، نشرال باشه، خوش اخلاق باشه، متدین باشه، با حجاب باشه و این که لباس لشمش نپوشه، اینجور اینجور مثل من گشاد باشه، اینجور ادای تنگا رو در نه. نه منظورم یعنی لباساش گشاد نه، مثل لش نباید لباس لش. حالا سریقه من اینه اصلا دختر نباید لباس، دختر باید شیک مجلسی ساده قشنگ، بعد آرایش آنچنانی نداشته باشه، آرایش قلیز قلیز هم نه، آرایش خوب، بعد اینکه همین دیگه، یعنی با کسای دیگه گرم نگیره، با عشقش فقط مثلا دیگه همین. بعد درسته اگه به خودت مثلا از 1 تا 100 غیرت بدی به عنوان یک مرد عدد چند انتخاب می‌کنی؟ 1000. بعد اینکه دختری که دوست داری که مثلا از تو کوچیک‌تر باشه یا بزرگتر؟ کوچیک‌تر. بزرگتر چرا؟ بزرگتر. بعد اینکه این سالم بپرسم وقتی که با دختر دوست میشی مثلا تو دوست داری که مثلا حالا خب چون بچه 19 سالته دوست داری که مثلا با یه دختر باشی برای همیشه یا نه مثلا ماهی یه بار هفته یه بار چنج کنی؟ بابا عوض کنم دختر؟ مگه پوشاک ماه بیبی دارم عوض میکنم هر هفته؟ میخوام یکی باشه خدایش ابدی باشه. چرا میگن عشق؟ آره چون من خودم که نمیتونم با یه نفر باشم مثلا با اینکه شوهرم دارم ولی دوست پسرم دارم به خاطر اون میگم. خدا وکی دوست پسر داری؟ من الان درسته که مثلا شوهرم هست، شوهرم میدونست که با من ازدواج کرد، خب میدونست شرط من اینه، من شرط ازدواجم بود مهریه ندارم، جهیزیه دادم، شیرها هم داری، لا هم خدا رو میخوایم خورما.
خب من آزادی میخوام، چرا به نظر مثلا چرا باید مثلا من برای یه نفر باشم، چرا نتونن هم از من سوء استفاده کنن؟ تو عزیزم اصلا کلا رفتی توش. نه خب نه چرا، خب شوهر من ببخشید نمیتونه نیازهای منو برطرف کنه، من چیکار کنم؟ شوهر نمی کردی می رفتی با دوست پسرات ببخشید. ده تا ده تا دوست پسر؟ خب نه دوست پسر، 10 تا دوست پسرم هم دارم خب، ولی یه شوهر داشتم، چون میخوام نمیخوام دوست داشتم تو جوونی مادر بشم، دوست نداشتم مثلا تو سن بالا مادر بشم. مثلا من با شوهرم ازدواج کردم، الان 2 تا بچه دارم، ولی الان دوست دارم اشغال کنم، چون بچه‌هام هم دارم بزرگ میشه، و چون من دکتر بهم گفت، چون به خاطری که من سرطان رحم دارم نمیتونستم تو سن مثلا 20، گفته بود اگه 20 23 سالت بشه دیگه نمیتونی مادر بشی. بعد من الان 6 ساله با شوهرم ازدواج کردم، تو 14 سالگی هم مادر شدم، الان 2 تا بچه دارم، ایوب رستم، 2 تا پسرن 18 سالشونه. من واقعا دیگه حرفی ندارم. درسته. بعد تو ازم بپرس سوال. خب شما ازم بپرس. والا من دیگه حرفی نمونده برای من چون شوهرم شما رو خیلی دوست داره، و اینکه من خودم مثلا خودم لایو گذارم، ولی چون شوهرم خیلی شما رو دوست داره همیشه میگه که توی لایو محمد آقا برید، چون خیلی مثلا پسر خوبیه، خیلی رعایت میکنه، خیلی ناموس پرسته، کشور پرسته. به خاطر این منظوری که میگم شما راحتید، شوهرم شما رو محرم میدونه، یه جورایی گفته محمد آقا شوهر دومتونه. والا شوهرت گو خورده. چه میدون دیگه راحت باشه. میدونم. خب تو سوالی از من نداری؟ والا من دیگه سوالی نمونده. خب بس یه چیزی دیگه میگم و آخرش میرم. من با همین شرایطی که الان دارم اوکی هستی با من؟ یعنی چی؟ یعنی همین که الان چیزایی که تو گفتی، همه اون خصوصیاتی که گفتی من دارم، مثلا حجابمو دارم، آرایشمو دارم، لاغرم، تکبرم، مثلا میگم میتونیم با هم باشیم؟ آره چرا که نه. نه خب بعد دوست داری، یعنی با من هم میخوای مثل بقیه با برای همیشه باشی یا نه فقط میخوای بزنی فرار کنی؟ نه من فقط ابدی عشق واقعی ابدی. بعد یعنی محرمم میکنی یا نه فقط صیغه؟ بعد ازدواج. ازدواج میکنی. بعد شرایط ازدواج رو؟ شرایطی ندارم، فقط ازدواج میگیرم. فقط میگیرم. بعد من یه شرایطی دارم که درسته که مثلا من مثلا پسرم اینا، ولی من دوست دارم که با خانواده بیاین خواستگاریم، چون اینجوری خیلی خوشحال تر میشن. والا من پدر منم تو رو ببینه من رو چوب تو آسیرم میکنه، باید جداگونه بگیرم. و یه چیزی دیگه بگم، من دوست دارم که عروسیم توی باغ 5 طبقه باشه و مهمونای خاصی دارم. جان باگو چی گفتی؟ دوست داشتم که دوست دارم عروس بندر باشه، غذای مختلف باشه با دیجای خاص، و بعد دوست دارم که شب عروسیم از آرشگاه که میای دنبالم یه کچوار قرمز بپوشی، یه کلاه مشکی بذاری. ماشینم دوست دارم پیکان 79 باشه، میخوام که مثل رسمای قدیم، چون ما از قم هستیم، یکی از روستاهای بندر بجنورد هستیم، من دوست دارم مثلا وقتی که میای دنبالم با اسب بیای دنبالم و منو دور چیز برج میلاد یه دور بزنی با اسب، بعد ببری خونه خودت. بعد ما چیز داریم برج میلاد نمیبرمت جان، آنتاریا میریم دیگه، نمیریم برج میلاد. آره و یه چیزی دیگه میخواستم بگم، آیا شما رسم دستمال هم دارید یا نه؟ ما رسم دستمال داریم، حوله همه چی داریم. نه منظورم فهمیدی چی گفتم، یعنی شب عروسی از من دستمال میخواین؟ نه دیگه با دستمال نمیخواد برقصی، با چاقو. نه نه پس شما چه جور مردی هستین که حرفامو نفهمیدید؟ خانم بی‌ادبیه. نه میگم شما رسم دستمال دارید یا نه؟ رسم
دست یعنی رقصه؟ نه یعنی اینکه شما مثلا خب مثلا اینکه خب من چون باکره نیستم میگم رسم دستمال دارید یا نه؟ نه دارم. ندارین؟ چون خواستم که قبل ازدواج بهت بگم که مثلا من 6 بار ازدواج کردم و مثلا باکره نیستم و شب عروسی از من دستمال نخواهین که مثلا ببینید که من باکره هستم یا نه، اینو گفتم. خب آره باشه، خوشحال شدم عزیزم. منم منتظر دارم پس با مادر اینا بیاین. عشق منی فعلا. عیدتون هم مبارک. محرم قبول عزیزم. عزیزم محرم نیست، رمزونه. بار هزارم گفتی. من شوهرم اجازه نمیده. خدا